من دیگه اگر هم داستانی شد بهشون میگو بریم بکرون من درستش میکنم common practice اکامانده ایتینگن اکام من خیلی از این کمپانی خوشم میاد کدوم؟ ایکیا, ایکیا. خیلی نظم و چیز فکر شده است هم هر گوشه ایش میری واقعا فکر شده است بقیه کمپانی یعنی فکر نه میری مثلا اونقدر فکر نشده هم دیپو اینا میری یه جای کار میلنگه یه جا نقصان هست و نقصان یهو یه بهش میرسن ولی اونا اگه نقصانی هم داشته باشن میگن آره میدونیم نه خواستم برام I wanted to be on top <laughs> سلام چه خبر چطورید کسی که دارین یوتیوب میبینید من دیدم خیلی لذت بردید از تیشرت هفته قبلم با تیشرتی جدید برگشتم بسیار گوگلی تر گوگلی های مختلف رو براتون کنار هم دیگه چیدم از هر هفته بیام نمید گوگولی صحبت کنیم خیلی گفته بودن که تیشرت های سفید و رنگ های خونسا نپوشید آره میدونم باید دیگه آره همین من گشتم کلی <applause> نه سفید نبود نه, نه، می چرا برفتن... مثلا من سفید پوشیده بودم خودم دیدم این روح شده بودم در بعضی از من آره میگن که بودم. رنگ هایی که به رنگ مبلمون شبیه میگن نپوشید خیلی بلند این میشید ولی خب سیاه هم نپوشید انگاه از عکس من رو مباره ایشون سک هست قشنگه سک نه هر نوع سک آسی علاقه داره بره. اسم سگ هاسکی شد تولد سپرجان تبریک میگم سپرجان ایزا سپر تولد دوارک امروز عکسو داشته بود عکس خیلی هاسکی تو ما رفیق داریم که آره کسایی که تازه با خودکست هاشون شدن ما یه دوست داریم که آهنگ اول آخر خودکستو یا زده یا پیچونده از یه جایی یه چیزی نمیدونی من روز علی جدلی آره علی جدلی از یه جایی و این که جونم براتون بگی که امروز سوالوش تواجش تبریک میگه خوش با سگ هاسکی خیلی اخت میدونه خیلی احساسو کنم میگه من شبید چشم خیلی چشم آبیه دیگه فکر آبیه دیگه هرکی چشم آبیه سگ نه ولی سخومدیه سخومدیه حیوانی هم داره اگر که بخوام بدونی حالا چیز دیستمون نکنم بگن چیزه برحال تولدت تبریک میگیم آره دوستمونه دوست, دوست خودم دوست دارم <تصفح> یه زی دیگه که من نه بذار تو اپیزود میگم به خاطر اینکه میخوام زاید بکنم جلو تعداد بیشتری آدم شما <تصفح> 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 رو من بقیه تو اپیزود کیو بقیه از تو رو زایی میکنم فقط توی نه اون تو ذهنت نه نه حالا آره ببین <تصفح> 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 خودت آماده تو خودت آماده کن آره چه خبر رفته چطور بوده؟ بعد نبود خوب بود خدا رو چطوری؟ آره چگاره گردی؟ نبزه این صورت اینترنت هم سه برابر کردم باری که الله تغییر کردی؟ نه خدا رو شک بازی نکردم قبلش هم بازی هم مشکلی نداشته نم چرا این کار کردم مگه سیم مثلا همون قیمتش عوض شد یا قیمتش شد سه برابر آره؟ نه یه آخه من یه دفعه شاه به من زنگ زد گفتش که اینترنت تو سه برابر کردیم شاه از پهنا تو پاچت کرده بود آره باید. دلش سوخت ولی نه من روی پروموشن عجیب غریبی بودم خیلی هم بود بعد دیگه پروموشن که تموم شد گفتم حالا ببریم بالا سرعت درسته راضی ازش میگم فرقی نکرده برای کارهایی که من میکنم هنوز میخواید بگید شاه آها شای کمپانی خیلی ممکن داستان بشه شای کمپانی که اینجا اینترنت و تلفن و اینجور چیزا ارائه میده ایران سلشونه چه خبر دیگه دیگه چه خبر دیگه به غیر از اینترنت هفته مناسبی داشتی هوا خیلی خوب بود هفته گذشته نه از امروز خوب شد کل هفته افتاده بود نه نه فقط یه, یه روز بارون اومد فقط یه روز دیروز پریروز دیروز پر پریروز کمی من ماشو پریروز من با موتور بیرون بودم جدی چا شهر, شهر شما اینجوریه جای دیگه حالا صبح اون روزی که تو موتور با بی... موتور بیرون بودیم مثلا طرف ما بارون سیل جدی نه اینجا از صبح افتاد با نکردم اون عکسو نه نه افتاد افتاد هنوز ترک نگرفتی برای موتور که ما ببین نمیارزه واقعا گل بزنیم رو هم نه جونی. یعنی یه های اتفاقی بیفته من خودم من همینطوری مشکل خواب دارم به قرآن یکی تونم بخوره زمین دیگه اکس سوار میشه با مسئولیت خودی سوار میشه هر میاد با شلوار چرم میشینه پشتی منو سفت تا پشتی شلاغ دارم شلاغ سواری نمیخواستم اونو بگم ولی میاد دیزن شینه منو سفت میگیره شوره شوره چکمه تا اینجا اون چیز مسافرم میذاریم و آهنگ مسافرم میذاریم آه دیگه اون پو سرشو میذاریم و شوره های منو میندازیم تو ویسلر تو پیش آده های ویسلر رو هم دیگه بلا پایی روز ویسلر اگه میدونست بابا اینجا مسخرش کنیم سال 2021 مسخره چیه جز آرزوهام یکی اینطوری من اپوش بگیره چرا من باشم اون آدم تو اینجا تو اینجا از داشته از داشته هم <applause> آخه خب بابا بل کن اصلا تو بل کن <applause> من که تو ما رو سوارم کردی <applause> بری میبری اون بیسته خود فضل داشته خواهد چطوری من هم صدایه <applause> عجیب بود هفته خوبی بوده منم یه قضیه اینترنتی داشتم این سری خودشون بهم زنگ زدن گفتن ما سیستم نشون میده که تو سرعت اینترنتت خوب نیست هی مثلا بالا پایینی داره اینا بعد من هیچی حس نکردم واقعا اوکی بوده بعد گفتم آره خیلی خوب اصلا مشکل دارم خیلی بده اینا گفت حالا ما یه دستگاه فیلم میفرستیم برات مدل آره اینو تقویت کنه گفتم بفرستید حتما بفرست بعد هفته پیش در مورد اینترنت ایمان باش صحبت کرده بودم اینا گفتم راستش من یه کمی هم سر قیمت مشکل دارم تو بیلدینگ پرسیدم قیمت کمتر میدن اینا کانکت هم کرد به یکی و اینا نمیشد و اینا من همینطور ناله میکردم گفتم نه میخوام برم از کمپانی تو میرم گفت آقا پنج دلار ماهیانه میخوای حالا فعلا کم کنیم اینا گفتم باشه <تصال> <تصال> این نقده گرفته یعنی فشار همزمان هم داشتم کار میکردم یعنی هم خوب کاری بوده خیلی خوب بود پیشنهاد یعنی از دو جا درآمد آمد رو سرمایه گذاری درسته اگه اون پول رو بردارید میذاره توی تیفتی ببین همش همش منتال گیمه اینی که فکر بکنی مثلا 5 دلار کمتر میدی خیلی حس بهتری میدی خیلی یه جوکه بود میگه اگه سیگار نکشیده بودی الان مثلا به داشتی اونم هست. در مورد چی صحبت کردیم در مورد اینکه من چه جوری خط موبایلم عوض کردم فکر کنم تو پادکست گفتیم نه گفتیم 100 درصد گفت گفتیم نه نه گفت همین اخیر که برگشتی به بلا آره به بلا اومد برات گفتی گفتم خب آره ولی حال میده دیگه همین 5 دلار مثلا آدم فکر میکنه دیگه روزش ساخته دیگه 5 دلار در ماه تونستم سیو بکنم خودش داره خفه میکنه به خاطر 4 دلار و 33 سنت کریو آره دیگه یک ساله دیگه فکر خیلی راجع به حرف زدیم معمه میدونن که کی كم... کی ك... باشه کی چه کسی نمیخوای تو به ما بگی چه قبل به پول بدیم؟ بابا نرفتم چک کنم با یه هفته شد با همون شما بریم بقیه <تصفح> جمعا میدم اصلا خسته نرفت تو ببینیم به غذا رو نده. بدیم بهش من دادم هفته... من همون روز دادم آیا دادی؟ او با دیتیل هم نمیشتم انگارش برای سرویس فیلم دیدم به بیشتر مرد فکر کردم مثلا همون یه سرسانی زرم به ما که بوری از هیش شروع تخمارقم بگیر بخو من تو تویش که استریم میکنم هر از گاه مثلا مسخره بازی میگم آره دیگه غذا و اینا نداریم و فلان و اینا مثلا بچه دو میگم میگن که اینم برای <تصح> پول مثلا تخم مرغ فرداد نداشتی <تصح> تخم مرغ بیموندت نه آره بحثه نمیدونم تو گفتی یا نه جون سیگار گفتی؟ حرف سیگار, شد. سیگار شده؟ حرف سیگار شده بله بله ترک کرد تو گفتی من شنیدم از یکی که تازه تازگی رفته ایران چند روزه بعد چند وقت و رفته سیگار بخره بوده بعد حالا نمیدونم چه مارکی ولی مثلا بسته 120 ای تومن این دیگه بعد لائت. من که شنیدم خودم خیلی سورپرایز شدم برای این تو این یه مورد خیلی خوبه فکر کنم اگه هر چی گرون‌تر آخه اینجا همینه دیگه اینجا همه جا گر... ایران همیشه ارزون بود آره دقیقاً نسبت, نسبت به آم... خارج زندگی می‌کردم رفتن ایران همیشه مثلا باکسی باکس. سیگار باکس, باکس می آوردن اینجا مثلا فکر کنم چند بس 30 دلاره این موقع که 90 جواب نه واقعا نمیدونم یعنی من یکی به بما... من, من از اینجا شنیدم واسه که افرادی من اینجا شنیده بودم که یعنی که یکی سی که سیگار می‌کشید به من گفت من برقم تکفاز شو این تو بودیم که نه بابا با. بکنم چارده کفش هست. چارده, چارده پونزه دولاره چارده احمد کچیک ولی <تصفح> بازم اون خیلیه مثلا این... کسی که سیگاری باشه خیلی, خیلی در ما خور میده خدا رو شک چادری هم سیگاری نیستم این سخت سخته. این خدا رو شک چادری اما گفتی آخر بند خدا از بین رفت <تصفح> ما ما من از بین بردمش بله. ما ب... <تصفح> میگه یکی اونو گفتیم یه شوهر ملکه رو گفتیم بیوه شده الان ما در مورد کسی صحبت نکنیم یعنی آقای ماسکو دیگه نگیم اصلا گفتیم آره اون خیلی دیگه جای دیگه هم بوده مثلا تو ما صحبت کردیم باهاشون اینا مشکلی جات شده سیاخیم آره من, من پول میگیرم با حرفام آدم میکرد شوهر ملکه رو کی فکرش میکرد؟ اینقدر رو پا کراون رو دیدین؟ نه من یه من دو تا سیزن شدم با حال چه کل خری بود اون که ازدواج کرده بود درسته آره کل خر که شاید لفظ درست فرمانده دریایی بود جنگ جنگ دوم ولی کل و خیلی سندش کم بوده جنگ جنگ دوم زیر سی بوده ولی نشون میده که آدم قابلی بوده خود ملکه چند سال دارن؟ بیاین در دیگه ملک سواد نمیدونم شاید کمتره خیلی تو... یه اصطلاح دو... دو... هست میگن که آب چند رو میخوره شما اینو تا... شنیدین؟ پس میگن آب 80 رو خورده <تصفح> آب 90 رو میخورن مثلا اه... اه خب و چهار سالشونه خانم ملک <تصفح> بله <شاید>. چی گفتم؟ گفت اگه اسم یکی چی؟ <تصفيق> <تصفيق> این پری اپیزود ها خیلی طرفدار پیدا بیده کرده همین هست که پولی میشه پیچیان پودکست گفته بودش که من اگر که پری اپیزود پولی بشه حاضرم پول بدم دقیقا ولی مطمئن باشین که میشه شکر نکنید که حتما مجه نیمونه میخوایم بریم سر اپیزودمون ایم. باشه پس دکمه ما رو میزنی برامون مرسی عزیزم سلام اینجا خودکسته ای پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبانهای این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و فرزادم با ما سلام سلام آقا ببود. مرسی برای همه پیگیریاتون مرسی برای همه کامنتاتون مرسی و اینکه این, که این ملعون رو سر مرسی پری اپیزودا خیلی هم طرفدار داره همم گفته فقط یک نفر بود که اونو من بند کردم صدای گفته بود من چهار بار میشم مثلا دارد ولی خیلی ها گفته بودن که اصلا خودکس رو به خاطر پری اپیزودا و اینکه چه گوش بده برای اینکه پری اپیزودا هست ازش لذت میبرن و اینکه نباید علایق شخصی خودمون رو اینطوری قاطی بکنیم با کار جمعی کنم با این دو تا انگوشتی که بزن یه ما بیاد اینجا ولی تکرار مکررات نشه چهار بار ولی خب نه ما چهار بار هر دفعه خیلی حرف قشنگی زد یه عزیزی گفت شما هر دفعه یه نفر صحبت میکنه و این منطقی بود من حواسم هست که هر دفعه از یکی تو ببرزم این دفعه فرزاد پرید وسط حرفشو زد نباید میزد <تصفح> <تصفح> ولی خب من هر دفعه یه بار از شما میپرسم یه آه. بار از ایشون میپرسم یه بار از ایشون،, یه بار از ایشون یه بارم خودم میگم درست درسته برو بریم جون چهار بار از کجا میاد یعنی اپیزود آخه ما دو تا اپیزود اپیزود آره دیگه هر کدومش اپیزود... دوباره دیگه یه کامنت اومده بود اپیزود... در مورد میکروفون بفرمایید کیو گفته بودن خیلی بزرگه کوچیک‌تر بگیرین از این لفظ خاص استفاده شده آره حالا بگذاریم نمیدونم چرا این مطرح شد ولی آره خلاصه دوست دارن این اپیزود این پری اپیزود ها رو و اینکه چه خبر دوست دارن با ما توی یه لول دیگه کانکت بشن کانکت شدن یا اومدن کنار اینا وایرلسلی کانکت میشن خب آقا کارون چه خبر؟ از من پرسیدی از حالا بگو ببینم خودت خوبی؟ بعد همین چی آرومه؟ یه گلو خاصی تو صورتت هست. آره فکر کنم سفید خیلی به کارو میاد. سفید میاد به تو اردی بهش پوستش میرسه. دیدی تو این سریال وقتی یکی گلوی که ایمان گفت تو صورتش هست. از آره. نه نه همچی. من چه دیو گلو فرق میزنه چون الماسه. آقا فرضا شما چه خبر؟ نمیگید اینگه سفید میاد به تو اردی بهشت اون سفید کفنه دیگه میدونی که نه بابا چرا بعد برداشت داره به عشقش تو فکر. اونو میگفتن که دوست دخترش مرده بعد این برا اون خونده و نه بابا نه نه ان که اینطوری نیست من اصلا لرزه به قلبم من هی میان تو اردیبهش فقط سفید میپوشیدم هی میگفتم سفید میاد بهم تو اردی بهش نه اون سفید کفنه تو که فرزند اردی هستی و خدا شکر نیستم دیگه میدونی که چرا این نه این نوک انگشتش یه ذره کرد جو چشاش همینجوری هفته سختی داشتن حالا توضیح میدن انشالله فرزاد هفته چطور ده؟ هفته شلوغ بود سر کار جون دوتا از همکارامو آف گرفتن خود جوش و بعد دیدم که چقدر کار سرم ریخته بعد یه فهمیدم یه پیش هم در مورد این همکارام کرده بودم دیدی مثلا فکر میکنی که فلان همکارت کار نمیکنه زیاد آره یا مثلا اون کاری که میکنه درست انجام نه از این پیش تو خودمون آه. داریم دیگه آقا این کارهای اینا هم ریخ رو سر من دیدم اول اینکه کلا یادم رفته بود که این کارا رو چه جوری انجام میدادم در که باید یادت میاد آره بعد به خودم اومدم که دیدم نه این حرکت پیش زشتی بوده حالا پرسیدی وقتی که تو آف گرفتی کارتون رو انجام دادن چه حسی داشتن نه حالا میتونی یه کامرسیشن خوبی موقعی که برگشتن باشون داشته باشی و به نظر من باشون جاجی میگن کام کلین بهشون بگو که من شما رو جاج میکردم ولی الان همیز بیار. آره فرات تو چرا من هفته خیلی اتفاق خاصی نیفتاد بهتر از هفته پیش بود کارای کم پیش رفت و اینا خدا رو شد خدا که هفته خیلی معمولیه چادر به سر مدیوکه آره پیش میاد دیگه که دقت کردیم که داره چیز میشه داره تابستون میشه دیگه کامه خیلی خوب یعنی داره گرم میشه هوا یواش یواش آره البته بارونا کمتر شده همین الان این هفته کل تا 20 مخاطب شب رفتم تو آسانسور بعد یه آقای قبلش بود دیالوگ واضحه با گفت هفته بعد خیلی هفته خوبی تا گفت سری فهمیدم داره راجع به هوا گفتم بعد آفتابی و اینا گفت آره شنیدم تو 17 درجه میخواد این مشکلات جهان اوله تا <applause> 17 درجه هم میره <applause> بالا <باشه بارو تصفيق> آفتاب اولش یارو دوست داره دیگه همچین چیزی آدما نمیتونن در مورد علایقشون هم صحبت میکنن مشکلات جهان اول من تو ایران هم بودم با آب و هوا خیلی عشق میکردم پایین تهران مثلا بارون اومد تا یه ما بحث بود که چه بارونی اومد تمیز میشد بعد گفتیم که اگه پندمیک بذار و اینا گفت بیرون که خیلی سالم تر از تو موندن و اینا عشق کرده بود که قرار آفتابی باشه چطوری فروردینی جذاب دیدی اول ماه که حرف دیدی اول ماه که میشه این پست های مختلف میاد و اینا سلطنت فروردینی ماه پادشاهی که خودم فروردین زیاد استقبال نمیکنید از پست های پر انرژی من توی چرا فروردنی که بینه عصبی هن سفت هن بله بله شو <تصور> کارون خیلی خوب ولی یه زد جذاب هن میدینی اون شخصیتشون رو میخوای بری کنکاف کنی ببینی که اینا دارن کنکاف لغت هم اختراع شد خیلی خوب حالا <applause> <applause> که اینطور شد آها من یه تشکر میکنم بابت واقعا اینتراکشن ها هم روی اینستاگرام هم روی یوتیوب خیلی خوب بود خیلی خیلی کامنت هایی که اومد کامنت بود یه سری میخواستن از تو مراقبت کنن خیلی ها ایمان اصلا من؟, مخواستن من؟, مخواستن من؟, من اصلا من دوش من هیچ رو فکر کنم اونا واسه ایمان بلاک شده خیلی عصبی بودم که کشکی نخواسته بود از من میخواستم مراقبت کنم من آماده مراقبتم این اینجوری میخوام بگم گهواره گرفتن اینا یعنی من فقط از فرهاد میخوان مراقبت کنه که از فرهاد هم میخواستن خیلی آه. ها ولی از تو هم میخواستن مراقبت جبهه قوی خداش من و یک نفرم اسم دو تا کامنت اومده بود <تصفيق> <تصفيق> من حمایت کرده بود از ما اصلا از من اون وسط خوبه اونا هم فکر کنم ناراحت شده بودن کجا اینا که با منو خواستم مراقبت من یوتیوب خیلی دیدم اینستاگرام بود زیر پست آره گولی من قرمه سبزی و قیمه خدا یعنی این دوتا رو بپزید راه ورود به قلب من قرم سبزی قیمه میخوای برای اون اپیزود بگی بگی ببینیم ما کجا اومدی به کجا میخوای بری هفته پیش راجو چی حرف زدیم گوگل امروز میخوام راجو برعکسش صحبت کنیم چی میشه سگ صورت میخوایم لیست کنیم بعد رنگ بندی کنیم رأی بدن که کدوم ما سکس صورت تریم عالی شد نه یه شخصش <تصفح> تو که خوبه بازه تو توکی... که تو که دهنه کوچیکو. پیشونیه بزرگو و دماغه کچی کنیم سکوتی اسم اپیزود یعنی سکس صورت نه نه اصلا جوش دیگه میخوام این اه... ای فروردینیه جذابه چنده دار بگو <تصفح> برامون <تصفح> 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 <تص راجبه این قرار صحبت کنم که چه اتفاقی میفته که ما خیلی وقتا موضوعات شخصی برداشت میکنیم خب یعنی مثلا یه حرفی یه نقدی که میاد با اینکه حرف و نقده ممکنه که روی حالا کاری باشه که شما انجام دادید ولی برعکس شما اون حرف و نقد رو به خودت میگیری برای هممون اتفاق افتاده و با این مفهوم کاملا آشنایی داریم اولش رو با یه پارادوکس میخوام شروع کنم یه پارادوکسی که توی ذهن خیلی از ماها ممکنه بوده باشه اینه که این حالا کتاب و این همایش و این داستان سلف هلپ و سلف ایمپروومنت و اینایی که مثلا کمک میکنه شما انسان بهتری باشید و اینا همه روی یه چیزی تاکید دارن روی خیلی چیزا تاکید دارن یکی از چیزایی که روش تاکید دارن اینه که آقا حرف دیگران مهم نیست آه مثلا شما کتاب همین ما هم چندین بار است بردیم د ساد of اف نات گیوینگ fuck مثلا میگه شما یه تعداد فاک محدود داری تو زندگیت اگه بخوای به همه اتفاقا فاک بدی نمیشه این فاک دادن تو انگلیسی یعنی اهمیت دادن دیگه آی دونت گیو فاک یعنی مثلا من مهم نیست نه کل حرفی که میزنه کلش نه یه بخشی از حرفایی که میزنه اینه که شما یه فاک تعداد فاک محدودی داره اونا رو نگه داری جای مناسب به کار ببرید والا که شما فاک فاک ندید بعده 100 درصد دیمارتاج شد فاک فاک بس یه طور کوفت بعد تو این کانٹکست اوکی اون داره اونو میگه و کلا توی این حالا همایش های کتاب هم خیلی میگن دیگه که اصلا به حرف بقیه توجه نکنید ببین خودت چی دوست داری و اون مسیری که دوست داری و تهی کن و اینا به حرف بقیه اصلا توجه نکن این یه بودیه که توی ذهن ما یه در واقع پراسسیه که توی ذهن ما همیشه و داریم بهش فکر میکنیم که آقا مثلا خیلی تو نباید به حرف بقیه اهمیت بدی از اون طرف هم همه ما میدونیم که انسان موجود اجتماعیه. <applause> نشون به اون نشون که از وقتی پندمیک شده ما اینو بهتر فهمیدیم دیگه وقتی که توی جمع نیستیم میبینیم که اصلا حالمون بعد نیاز داریم اون قشنگ نیازه حس میشه این, اون پارادوکس است یعنی از یه طرف این داره میگه که حرف بقیه مهم نیست و تو فقط باید ببینی چی تو رو خوشحال میکنه اون مسیر رو پیش ببری اینو اون صنعت سلف ایمپروومنت سلف هلپ از یه طرف دیگه تو ذاتا موجودات اجتماعی هستیم و وقتی اجتماعی هستیم این به اون معنیه که حرف بقیه برای ما مهمه یعنی کامنتی که از یه نفر دیگه میشنوی نظری که راجع به کار تو خود میده اون برای تو مهمه این اشتباهی که ما بخوایم سعی کنیم به خودمون بقبولونیم که نه دیگه. اصلا اون حرفو مهم اصلا من نباید اهمیت بدم و من یه ماشینم که همیشه مسیر خودم و میرم هر اتفاقی هم که بیفته و اینا و این دقیقا باعث میشه که به خاطر همین پارادوکسی که تو ذهن ما هست اتفاقا وقتی یه نظری رو میشنویم راجع به کارمون اصلا شاید راجع شخص ما هم نباشه شما دارید یه پروسه انجام میدید همین کار پادکست رو میکنیم وقتی یکی یه کاری انجام اون نظر رو که میشنویم ما برعکس اینو شخصیش میکنیم تو ذهنمون یعنی بهمون بر میخوره که حالا یکی کامنتی داده باشه به ما بر میخوره چون از یه طرف تو ذهن ما اینجوریه که خب این اصلا نظر بقیه نباید مهم باشه من اگه باور دارم این کار درسته من باید این کار انجام بدم از اون طرف واقعا نظر بقیه مهمه بعد یه نظری بیاد که خیلی مطلوب شما نیست باب میلتون نیست ناراحت میشی بعد از اون چون داری ذهن تو فشار میاری که نه نباید ناراحت بشم این ناراحتی بیشتر بروز میکنه اینجا نکته اینه که یه کلا راهکاریه که خیلی جواب میده توی در واقع یه روی کردیه که خیلی جواب میده در مقابل با حالا احساساتی که به ما احساساتی که حالا توی مقابله با اتفاقات مختلف از ما بروز میکنه ام. اینه که بپذیریم که این احساس و اون حسه واقعا وجود داره به جای اینکه حالا اون لحظه که ما ناراحت شدیم بخوایم چشپوشی کنیم از اون بگیم نه اصلا من که ناراحت نمیشه و من باور دارم این کار درسته بپذیریم که آقا ناراحت شدیم بپذیریم که نظر اون آدم به هر دلیل حالا ما رو آزرده خاطر کرده این این پذیرش خیلی کمک میکنه خیلی در واقع حس آرامش بخشیه و حالا این هم که میگیم ادبیات و شیوهی که اون فرد داره استفاده میکنه که اون نظرش رو به شما هم بگه خیلی مهمه ولی اصلا موضوع بحث الان من نیست اون ادبیات اون مسئولیت اون فرده که روی اون ادبیات کار کنه که چه جوری این مفهوم رو برسونه من دارم راجع به بودیش صحبت میکنم که مسئولش خود ما هستیم آقا مهمه یه سری اتفاقات و یه سری حرفا برای ما مهمه مثلا فرزادی نظری بده به من ناراحت بشه این برای من مهمه این نشون میده که برای من مهمه من نباید بگم که نه اصلا اهمیتی نداره این اون پذیرش اون تصدیق کردن اون حس اون خودش به شما آرامش میده ام. این یه پارادوکسیه که خب توی ذهن ما گذاشتن و خوبه که ما بهش آگاه باشیم که واقعا مهمه یعنی اینجوری نیستش که بگی نه اصلا هیچ اهمیتی نه من مسیر خودم رو میرم برام تو ذهنمون همیشه یه این فیلم ها هم نشون دادن که یه آدمی بوده که توی شرایط وحشتناک سختی بزرگ شد و همه هم, هم باهاش مخالف بودن ولی این از خودش یه ماشین جنگی ساخت و مسیر خودش رو طی کرد و موفق شده اینا هم همش این تصویرا میاد تو ذهنمون هی مجسم میکنیم اینا رو فکر میکنیم باید اونجوری باشه ولی خب این اونجوری انجام نمیشه ببین این درجه داره دیگه که تا چه حد مهمه یعنی حالا ما توی همین پادکستی که داریم میسازیم زیاد اتفاق افتاده که یه نفری که اصلا هیچ چیزی از هیچی نمیدونه اومده یه کامنتی داده فقط تخریبی بوده دیگه اونم آیا مهمه یا اینکه چون تو از موقعی که بخوای فکر بکنی که مهمه یا بعد همه رو در نظر بگیری یا اینکه هیچ کدوم دیگه یعنی اون حد وسطش خیلی سخت میشه که تو بخوای به اون موقع میشه سلیقه ای که اونم میتونه خیلی ها رو ناراحت بکنه که مثلا بعضی از سلیقه ها مهمه بعضی از سلیقه ها مهم نیست آره حالا اینو من خواستم جلوتر بهش اشاره کنم درسته قطعا نظر همه که مهم نیستش مخصوصا حالا تو این شرایط پادکستی که تو گفتی خب به خاطر مخاطبی که تو داری به خاطر رسانه‌ای که داری مخاطبای بیشتری ممکنه به تو دسترسی داشته باشن تو نظر آدم مختلف هم ممکنه بشنوی درسته اون یه جا واقعا تخریبیه دیگه به جز تخریب هدف چیز دیگه ای نیست اون واقعا حالا مهم نیست بازم ممکنه ناراحت کنه من دارم میگم اگه ناراحت کرد تصدیق کنیم که آقا من ناراحت شدم از این موضوع نخوایم جلوشو بگیریم ولی حالا اینکه ایمان میگه اون حد وسطش کجاست بالاخره هر کی تو زندگیش یه سری آدم هستن که اونا رو قبول داره دیگه یه سری آدم هستن مم. که حالا لزوما قبول نداشته باشه حرفشون به هر دلیل برای تو مهمه مثلا حرف مادر پدر میشه مهمه خب نظری که اونا دارن حرف یه سری از حالا دور و نه معلم استاد یه سری از دوستا بالاخره برای تو مهمه خب حالا اگه اونا یه حرفی رو زدن که با میل تو نبود مثلا نقد کردن کار تو رو و تو ناراحت شدی این طبیعیه فقط میخوایم بگیم که طبیعیه یعنی تصدیقش کنیم که آقا من ناراحت شدم از این موضوع نه جنگیم باش با آره اون جنگیدن دقیقا بدتر میکنه چون توی تو ذهنت تو میگی که نه باید مهم باشه اون نه تصور یه انسان خارجی میگن اینوینسیبل یعنی شکست ناپذیر یه چیزی که هیچ قدرتی نمیتونه اذیتش کنه نمیدونم این از کجا اومده توی ذهن ما کجای فرهنگ ما اینو کرد تو ذهن ما ولی این تصورا خیلی از ما هم ممکنه تو ذهنمون داشته باشیم که ما مثلا یه وجود قوی شکست ناپذیر باید باشیم اصلا اینطوری نیست قرار هم نیست باشه هر آدمی نقطه ضعف خودش داره هر آدمی باخره یه جایی ممکنه یه جوزی اذیتش کنه این طبیعی بگیم که باشه این اتفاق این این بود اول قضیه یه بود دوم داریم که این افکار منفی که همه ماها داریم خب میگن که حالا اعدادش مختلفه من مثلا از شش هزار دیدم تا پنجا هزار این تعداد فکرهاییه که توی روز به ذهن ما میرسه خب. از 6000 هزار تا 50000 هزار تا تحقیق های مختلف عدد متفاوته مختلف. یا مثلا میتونه یه فکر سوارم به ذهنت برسه این این در ادامه همون قضیه ناخداگاهه یعنی این عدده آره آره امونه. فکر از ناخداگاه میاد دیگه تو که تصمیم نمیگیری مثلا راجبه رنگ مثلا پارچه اون فکر کنی یهو وقتی که نگاش نمی کنی یهو ناخداگاه یه بار دیدی مثلا میاد به ذهنت میخوره تو چی گفتی؟ یونیک نمیدونم احتمالا احتمالاً فکر های یونیکه دیگه یه, یه چیز سه بار بیا هزار تا فکر نکنم پنجا هزار هم داریم به این باید دید مثلا که خدا رو شکل برا ما بیشتر نیست های تکرار میشه مثلا مثلا تو شیشه تا... رو میبینیم آره آره مثلا من قضا چی بخورم نمیدونم شب مثلا تو استریم میخوای چیکار کنیم کجا میخوای بری همه اینو فکره دیگه اینا کانتر میشماره حالا اینش خیلی عدد خیلی مهم نیست از این تعداد فکرهایی که میاد باز حالا تحقیق انجام دادن حدود 80 درصدش فکر منفیه خیلی زیاده دیگه 80 درصد فکرهایی که به ذهن شما میرسه خودمون هم نگاه کنیم حالا باز اصلا عدد دارم دارم بذار کنار هممون هم میتونیم بگیم که واقعا اکثریت غالب این فکرها منفیه دیگه فکر مثلا تو تو که نشستی به این فکر نمی‌کنی که او فردا پاندمی از بین میره دلار <تصفح> ارزوم میشه من یه کار خیلی خوب دارم نمیدونم روابط خیلی خوبی دارم می آدم می فکر... تو آدمی که آدم راحت تر میره سراغ فکر منفی ها یعنی تو آره. راحتر که اون اون استایلی فکر کنی نگرانیم دیگه باید نگران باشی شاید اصلا چون اگه نگران نباشی شاید از بین بری هیچی مثلا برات مهم نباشه باز اینم شخصیتیه یعنی من باز آدمایی دیدم که خیلی مثبت <applause> خب یعنی مثلا خیلی اونم باز خیلی به با آدمش رب داره ولی همه هم میتونیم بگیم که اکثریت فکر هم منفیه تو نمیشینی بگی به همه چی داره خوب میشه فکرهای بد میاد مثلا این واکسنی که اومده این ورینت جدید روش جواب نمیدن این بدتر میشه و همجوری آره اکثریت فکر فکر منفیه خب بعد یه سری از ما هم عادت کردیم اسلامی برم کیا که ما سخت میگیریم به خودمون یعنی اون ابزار سخت گیری چیزی که ما ازش استفاده میکنیم که خودمون رو تهیج کنیم انگیزه به خودمون بدیم که بریم فلان کار رو انجام بدیم نامهربونیم یعنی به خودمون اینو عادت کردیم این اینم باز یه بخشش فرهنگیه مثلا تو فیلم ها دیدی یارود میخواد بره یه رشته ورزشی مربیش خیلی سخت میگیره بهش فوش میده اذیتش میکنه بعد چرا واسه اینکه اینو برای یه مسابقه سخت آماده کنه <applause> اینا هم رفته تو ذهن ما دیگه اینا هم باز مسئله ف... مثلا شده مثلا. آره دیگه تو فکر میکنی تو باید با سخت گیری به خودت کارو جلو ببری و این هم همیشه مثلا من خودم رو نگاه میکنم همیشه تو ذهنم بود دوباره تصویر یه حالا انسانی که توی شرایط سخت مثلا شما حالا درس خونده کار کرده همه باهاش مخالف بودم ولی این تمام مشکلات فائق اومد و تاش این همیشه تو ذهن خیلی از ماها ممکنه باشه بگم جمله تمام کنم آره یه چیزی هست الان یه جورایی ارزش شده این توی م. اطرافیانم حالا شاید خودمون هم همینطورا یعنی توی مخصوصا جامعه الان یه نفری که مثلا خانواده پولداری داشته رو همه دیس میکنن یارو اصلا انگار مثلا هر کاری که زندگیش کرده فقط به خاطر پول بوده و اگه از یه مثلا الان ببین آدما با بدبختیاشون دارن کلاس میذارن اینو زیاد دیدیم توی اطرافیانمون که قشنگ اینطوریه که خب من از تو که بدبختم بعد کلکل -کل میفته که نه کی از کی بدبختر چه فشارای روشه <تصح> زیاد دیدیم دیگه یعنی اصلا موفقیت یعنی آدم موفق باشه چه میدونم به یه پولی برسه یه کار خوبی انجام بده همه قایم میکنن به خاطر اینکه تای همچین اتفاقی بیفته میزنن تو سرش میگن که یا دزدی کردی یا فلان کردی یا کردی اینم من حالا خیلی دوست داشتم در یه روز ای اپیزود برم ولی اینم هست دیگه یعنی ما الان هر کسی که به یه موفقیتی رسیده یا خانواده پولدار رو یارو که انتخاب نکرده خانوادهش پولدار باشن دیگه چیکار کنم مثلا بگه نه من اپ پول نمیدم گشنگی میکشم <applause> به خاطر اینکه پول مثلا هیچ کاری نمیکنم اینم هم هست دیگه که یه ذهنیت خیلی بدی نسبت به کسایی که شاید وضع مالیشون بهتره یا مثلا دارن مثلا شانس آوردن وضع زندگیشون بهتر شده یه نگاه بدی هم هست برای همین آدما همش دارن بدبختیاشون رو به هم دیگه نشون میدن به این از اونجا به نظر من میاد که ما شاید خیلی از ماها با این قضیه کنار نیومدیم که دنیا و زندگی جای عادلانه ای نیست اه. اصلا قرار نیست توش عدالت باشه هیچ وقت هم نبوده ما تبلیغ اشتباه میکنیم که جای عادلانه یه و فلان ولی اینجوری واقعیت نیست دیگه همین چیزی که تو میگی انگار مثلا یه مسابقه ای باشه مسابقه دوی باشه یه سری واقعا جلوتر از و شروع میکنن طرف خانوادهش پول دار کسی من انتخاب نکرده ما انتخاب نکردیم حالا تو ایران تو خانواده به دنیا بیایم هیچ این کار نکرده من مثلا شخصی بزنم بفرمایید من دوست هممون داریم دیگه از ایران مهاجرت کردن اومدن به کشورهای مختلف اینا من دو تا از دوستای دوران راهنمایی و دبیرستانم اینا با توسط لاتاری اومدن آمریکا از همین لاتاری ویزا بله آمریکا آمریکا آره. کارت نداره لاتاری اینا بعد خب اینا دو دمشون اومدن تا اومدن آمریکا شروع کردن کار کردن الانم تو رشته های خودشون تو شرکت های خوبی مشغول به کارن بعد خب در کنار هم یه سری از دوستای دیگه اون که تعدادشون هم زیادتره اینا خب با مشکلات خیلی زیاد مثل اکثر مهاجرای حالا تحصیلی یا نوعای دیگه حالا قسمت های مختلف دنیا رفتن کشور طول مختلفه. کشیده مثلا طول حزینه هزینه کردن فلان مثل خو... مثلا خود ما باست... نسبتا راحت نیومدیم بعد اه... یه همین دو سال دو سه سال پیش که ایران بودم و اینا یکی از این لاتاریا اومده بود ایران همزمان با من و چند تا دیگه که به روش تحصیلی و روش های دیگه رفته بودن سختی کشیده بودن بعد همه داشتن تعریف میکردن اینا این اه, چی این رفیقمون یه جو یه طوری بود که اصلا روش نمیشد یا اصلا را دستش نبود که از موفقیتاش از دستاورداش از اینکه مثلا سختی آنچنان نکشیده بود حالا میخواستم بذارم تو این <اع> <اختشنان> تو این سختی خودش کشیده بود ولی چون مسیری که بقیه طی نکرده بودن یا اون زجره یا اون مثلا دهن صاف شدن رو نداشت میدیدم توش که نمیتونست نمی اشتراک بذاره تجربه یعنی را دستش نبود چون میدید با همه دارن میگن ما اینطوری ای رفتیم با مشکلات ها دست و پنجه نرم کردیم همه هم واسه شون تقریبا مثلا دست میزدن تو دلشون که آقا دمت کرم اینا اینطوری بود که حالا مثلا ما لاتاری بردم رفتم با اینکه کار مسیر خوبی هم رفته بود ولی اون سختی رو نکشیده بود اون چالش ها رو نداشت اونم یعنی هر دوور قضیه قابل درکه هم اونی که حالا با لاتری رفته نمیگفته حالا تو آدم چیزی بوده نظر من افتاده ای بوده چون خیلی وقتا میبینیم کسایی که واقعا داستان میگن من آنم که رستم بابد پهلوانه مثلا حالا پدرشون یه چیزی داشتن و خودشون هم ادامه راه اون اونا مینازن اینکه حالا اونا یه مدل شانس دیگه حالا چه لاتاری ببری چه تو خانواده باشی که پدرت رستم باشه این آدم افتاده بوده ولی چیزی که میخواستم بگم این بود که من درک میکنم دوور قضیه رو که ام. اون آدمی که حالا لاتاری برده رفته نمیخواد میخواد راجبش خیلی صحبت کنه نه دوست داره صحبت کنه ولی جوه نمیذاره آره میدونم یعنی اون اون جوی که باعث میشه که اون نتونه اون حرفو بزنه رو درک میکنم. اون اونور قضیه رو ما درک میکنم یکی که حالا سختی کشیده پاره شده <laughs> مثلا اون کار انجام داده ممکنه خیلی به حرف اون ارج ننهد اینم باز قابل درکه منم حالا یه چیزی تو ادامه همین صحبت های ایمان و کارون بگم که ام... کارون دقیقا همون مثال اگه بگیم یه مثال مسابقه دو اگه یکی جلوتر تو شروع کنه و تو جفتتون مسابقه باشین آخر کار که تو حالا اون زودتر میرسه به خط پایان و اینا چون تو اون شرایط رو دیدی میدونی که اون جلوتر تو بوده و اینا درون خودت وقتی مقایسه میکنه خودتو اینطوری که آقا نه اون موقعیتش بهتر من بود که این اتفاق افتاد زودتر من تموم کرد بازی به نظرم اینی که ما تو درون خودمون مقایسه بکنیم مثلا با دوستمون همسایمون اگه اون پول دارتره و شرایطش بهتر بوده و حالا مثلا فلان کار رو کرده به نظرم یه چیز طبیعیه که ما این مقایسه رو میکنیم عین همون مثال دویدن است ولی جایی مشکل دار میشه که نتونیم اینو مدیریت بکنیم و همینه که حرفی که ایمان میزنه که بیام این مقایسه کردن این حسی که درونم درونمونه که به نظرم درسته به نظرم طبیعیه وقتی ما این مقایسه رو میکنیم عین همون دویدن است ولی بیاریمش مثل مثلا مثل یه رفتار بشه یه اون حرفی بشه که مثلا این آقا فلانی پول پس دزده یا حالا این الفاظی که یا مثلا دوست فرهاد نتونه تو اون اون جو صحبت کنه به نظرم اون مدیریت این در واقع حس مهمه چیزی بگم بگو ما بعد در مورد اپیزودامون صحبت کنیم نصف اپیزود منو رفت ما برای همین داشتیم ما من فکر با هم راستر باشیم اپیزود من دو تا برگه رو پاره کنم بریزم دور خب بگو چجوری فکر تو رسیده به فرزاد نه خیلی شبیه اینجا فرکانسشون با هم فرکانس های انرژی اون روز فیک فیک که تو فکر میکنی فرزادم فکر میکنه خب ببخشید یه چیزی که می‌خواستم بگم این خیلی حرف قشنگیه حالا نمیگم اپیزود آره. ما تمام شد این مقایسه کردن همه ما می‌کنی ولی واقعا مهمش اینه که اه... نکنیم با خودمون مقایسه کنیم با دیروزت خودمون مقایسه کنیم خودمون و یه چیزی که هم بگم این بود که توی بلند مدت به نظر چرا میخوانی؟ از اینا که خودتون با خود دیروز خودم مقایسه خود. بکنیم از این موتیویشن رکورد خودتون دو رو, رو خودت میکنی دیس میکنی بعدا میای اینجا ازشون کات میکنی درست نه نیست بابا. به نظر من تو بلند مدت یعنی این خارجه میگن توی لانگ ران هیچ کدوم اینا مهم نیست امه. اگه این فرضی که فرزاد گفت رو ما رایت کنیم یعنی اینکه حالا مسیر خودمون رو بریم دیگه خیلی توجه نکنیم به دور و توی بلند مدت همه اینا رنگ میبازه حالا مثلا من خودم شخصا تو خیلی جا خیلی حالا جاهایی بودم که دقیقا همون مسابقه بوده خیلی از من اصلا جلوتر شروع کردم مثلا ما رفتیم وارد دانشگاه شدیم حالا قبلا هم زیاد صحبتش شده من هیچ رشته کامپیوتر دوست نداشتم علاقه هم نبود اونجا که وارد شدیم بچه ها مثلا طلای جهانی کامپیوتر داشت یا از بچگی علاقهش بود خیلی خوب جلوتر این مسابقه ای بود که اون خیلی از من جلوتر شروع کرده بود ولی خب توی بلند مدت اینا رنگ عوض میکنه یعنی اون دیگه عامل مهم نیست م. اون اهمیتش رو از دست میده اگه تو واقعا حالا باور داشته باشی به اون مسیری که داری میری یا چون از غز... م... مسئله مسائل مالی حالا هممون توی محیطای بودیم که ممکنه آدمای دور و مالات حالا خیلی مثلا ممکن از شما وضع مالی بهتری داشتن ولی خب زمان که بگذره تو اگه مسیر خودتو بری باز به یه جایی میرسی میبینی که اونم اح... از اهمیتش کم شد کلا تو بلند مدت همه چیز از اهمیت میفته آخه میدونی ف... سختیش اینه که ت... کدوم که از ماها تو بلند مدت زندگی میکنیم میدونی حالا هم, هم حالا شاید واقعا شما اینطوری هستین ولی من اینطوری هم که این هفته رو بگذرونم من این هفته رو مثلا واقعا الان مخصوصا توی شرایط الانی که وجود داره این هفته تمام بشه برای هفته بعد یعنی اصلا شاید برنامه این که برنامه ما همیشه اومدیم گفتیم توی خودکس که برنامه مثلا یک سال پنج سال ده سال آدم ها مثلا داشته باشن کمپانی ها اینطوری که بعد داشته باشن و اینا ولی واقعا اصلا شرایطش نبوده اصلا اینجوری نمیشه ما همون دیگه کمپانی هم... نمیشه اتفاق همین هم همین همینو دارم بهت میگم دیگه یعنی انقدر انقدر ها... من نمیگم برنامه بلند مدت تو داشته باشه اتفاقا همین حرفی که تو میزنی من میگم تو همون نگران هفته آیندت باش خب ولی اون نگرانیه رو درست آدرس دهی کن درست دمارده. بهش بپرداز من قول میدم به تو همینجوری این هفته ها که رو هم جمع بشه مهارت خیلی حالا مثلا تو نگران این هفتتی نری حالا هفته پیش راجع استرس و اینا صحبت کردیم مثلا نری کلش رو بازی کنی واقعا به اون نگرانیه بپرداز من قول میدم توی بلند مدت مسیر درستی پیش میره و اینم که میگم توی بلند مدت اینجوری بودش که من که نشستم مثلا گذشته خودم رو دیدم که توی چه بازه هایی به چه چیزهایی مثلا نگران بودم الان که بهش نگاه میکنم دیگه اهمیتی نداره دارم این حرف رو میزنم همچنان هممون راجب آینده همون نگرانی مثلا نباشیم که خب پیش آخه نگرانی نگی. آدم عوض میشه دیگه آله. یعنی این توی دیگه که این من الان خیلی وقتا صحبت میشه مثلا تو و اینا میگم واقعا نگرانی های سه سال پیش میذارم رو سرم جوری حاضرم که اصلا نگرانی های سه سال پیشم و الان داشتم چون الان با اونا کنار اومدم این چی میگم یعنی اونا رو چه یه حل, حل کردم آره اون موقع برام شاید خیلی مهم بود ولی تو شرایط الان هم اونا اصلا هیچ اهمیتی نداره شاید میگم واقعا شاید اونا رو حل کردم برای همین اهمیتی نداره ها ولی خب yeah. خیلی شاید احتمالا داریم خاکی میریم به تو پرانتز چیز بگم چند وقت پیش رفته بودم یه سوپرمارکت ایرانی اینجا بعد دیدم یه پسر وایسد بود بیرون سوپرمارکت نیومده بود معلوم بود که منتظر پدر مادرشه یا حالا هر آره پدر مادرش داشتن خرید میکردم این فکر کنم تینیجر بود تینیجر بود مثلا بابا بزه خمیازو کشی نه گفتی هر فکر میکنم آره تینیجر بود و اینا نرفته بود توی مغازه که اصلا خودشو درگیر خرید و نکنه بعد یه لحظه نگاهش کردم و اینا دیدم ای مثلا منم دقیقا اینطوری بودم که مثلا حوصله نداشته باشم برم خرید اینا یا تو ماشین بشینم یا اون بیرون وایسم اینا که این خریده بشه و بیان بعد چه عجیب که من خودم الان تو اون هم دارم خرید میکنم و اصلا چه تغییری کرده دقیقا همینی که ایمان گفت که سه سال پیشم مثلا خیلی <تبخن> اون لحظه دقیقا این حالا قبل زبطان برای بچه گفتم یکی <تبخن> <تبخن> از بچه قدیمی رو چند وقت پیش دیدم اون داشت اینو میگفت هم این نشونه بزرگ شدن دیگه تو مثلا خریده برات گفتم نه چون یکی دیگه برات انجام میده الان تو باید برید شکمتو سیر کنی اون میگفت قدیم مثلا ما زندگیمون اتفاقات توش میافتاد مثلا رابطت عوض میشد با یکی دانشگاه میرفتی ترم عوض میشد میدونی یه سر الان میگم مثل سیمزه تو باید مثلا حواست باشه میزان گشنگی چقدر الان دستشوی داری برم دستشوی برم پول لر بیارم <تصفح> که <شکمان رو> <تصفح> <سیم. تصفح> تمام آره می الان افتادیم تو این چیزای روتینی که ممکنه زندگی هم بیمانی کنه از قبل بر گشتر <تصفح> رو بریم آره حالا دوباره برگردیم به حرفهامون اون تصویر انسان حالا شکست نافذیر احتمالا تو ذهن خیلی از ما هست و ما دوست داریم شبیه اون بشیم ولی اصلا همچین چیزی نمیشه قرارم نیست بشه و این حالا فیلم که میسازن اینو رو روانشناسا میدونن که اونا غلط اون آدمی که اونجوری حالا شکست ناپذیر بوده حالا به هر دلیلی خیلی جنگیده با همه چیز و هیچی روش تاثیر نذاشته اون یه عالمه عقده با خودش جمع کرده وقتی که بزرگ شده و این عقده یه جایی کمرش رو خم میکنه که تو فیلم نیست آره باقی این که تو فیلم اون حالا انسان که نمیدونم حالا فیلم های مختلف دیده باشید شما گاد فادر دیده باشید اینو بالاخره سختی کشیدن آدم یارو آدم کشته دیگه آره ولی عقده توش جمع یعنی اون کاراکتر مسلط با کاریزما عقده توشه یا حتی بعضی از سریال های جدید اینو نشون میده سریال سوت اگه دیده باشید اون شخصیت اصلی یه وکیل مثلا شماره یک نیویورک و دیگه پاره کرده دنیا رو همیشه مسلط شکست ناپذیر نقطه ضعف داره یه جاهایش و این نقطه ضعف رو یه سری آدم خاص متوجه میشن و این این واقعیته اصلا همچین شکست ناپذیری وجود نداره این, تصویر رو تو ذهن پاک کنیم که ما باید شبیه اون آدم شکست نپذیری باشیم نه نه حالا این حالا داشتیم رو صحبت میگم که ذهن ما خیلی منفیگرا شدن اکثریت فکرامون منفیه دلیلش هم نمیدونیم ممکنه که دلایل بیولوژیکی داشته باشه دست ما نباشه ولی حالا وقتی که این اکثریت فکرای ما منفیه دیگه منطقی میشه که ما اگه یه چیزی میشنویم شخصی بگیریم حالت بده رو برداشت کنیم مثلا شما وارد یه محیطی میشی مثلا دو نفر دارن با هم حرف میزنن مثلا یه تو رو میبینم میخندن تو به خودت میگی حتما مثلا یه چیزی راجع به من... آره. اصلا یارو با تو کاری نداشته باشه اصلا براش مهم نباشی ام. ولی اون لحظه آدم شخصی میگیره چون ذهن ما تعلیم دیده که منفی باشه این بود دوم بود بود سوم این توی هواپیما ماینه که سوار میشیم اون خانمی که اولش میاد توضیح میده همیشه هم دیدید میگه اگه داشت سقوط میکرد اول ماسک رو صورت خودتون بزنید بعدا رو صورت بغلی اول حواستون باید به خودتون باشه چون تو اگه درست نتونید کار کنی اون بغلی هم از بین میره اینو فارسی هم حالا اصطلاح و اینا داریم ضرب مثلا میگن چراقی که به خانه رواز به مسجد بس. حرام است یعنی اول حواست به خودتون نزدیکات باید باشه بعد به بقیه ولی در عمل اتفاقی که میفته اینه که ما ممکنه که اتفاقا به حرف بقیه خیلی بیشتر از حرف خودمون توجه کنیم و براش ارزش قائل باشیم مم. و خب این به ذهن ما داره غیر مستقیم چی میگه داره میگه که اون بقیه است و مهمتره خب اینجا اسرتیو باید باشی خب شما گفتی مثلا بدونی چه وقتهایی بتونی نه بگی چه وقتایی حرفت باید حرف رو به کرسی بنشونی مم. ولی اگه این کارو رو نکنی یعنی مدام حرف بقیه برات مهم باشه انسان چه دهن بین باشی این از اعتماد به نفس خود ما کم میکنه و مغز به مرور تعلیم میبینه که خب نه حرف بقیه مهمه پس تو دیگه باور نداری به اون مسیری که داری میری پس اگه یک کسی اومد کار تو رو نقد کرد برداشت تو اینه که شخص من رو نقد کرد حیف که اپیزودم لونگ یه الان باید میتونیم یکیش کنیم اگه بخوای نه جدی میگم یعنی الان الان وقتشه الان اینجا رو من باید بگم این بالانس رو داشتن خیلی مهم و سخته چون من دوبر این بوم بودم یادم دوران بوم بودم بوم بودم یعنی از این از پشت یادم دوران دویر ساینا خیلی به حرف بقیه اهمیت میدادم مهم بود اصلا کارام میموند این این رو گفت اون رو گفت اینا اصلا متنفر شدم از خودم از بقیه اینا اینطوری شدم که آقا مثلا گوره بابای همه مثلا بعد یه مدت زیاد اکستریم اونطوری بودم که حرف اصلا هیچ برام مهم نبود کار خاصی هم نمی‌کردم حالا مثلا برم شر و شور باشم و اینا زندگی معمولی می‌کردم ولی فکر هیچ برام مهم نبود رفته بودم تو اون انزوا تو اون آیزولیشن و خی... فراتو تفریح ولی احساس آره تو انزوا هم حرف آدم ها مهم یعنی بروزش نمیدی شاید ولی منتالی شاید اذیتت میکنه یعنی منم الان دارم فکر میکنم شاید الان واقعا مثلا یه سالیه که اینطوری هم که مهم نیست دیگه حالا هر کی هر چی میخواد بگه من که راه خودمو میدونم میدونی آدم که سره یه اصطلاحی دارن خارجی ها میگن طرف کاکی میشه مغرور میشه آره مغرور میشه آره تو هم یه دو تا وین میگیری تو زندگیت <تصفح> اه... که چه میدونم که شاید زیاد مهم نباشه مثلا دانشگاه میری یه کار خوب مثلا درآمدت هم خوبه آدم اینطوری که خب من که دیگه راه هم دارم درست میرم ولی ممکنه واقعا اینطوری هم نباشه دیگه خیلی جاها ممکنه داری اشتباه میکنی اه... ولی اینطوری که نشون میدی که آره اصلا حرف آدم ها برات مهم نیست ولی من خودم اینطوری بودم که پس ذهنم خیلی برام مهمه این همون پارادوکسیه که باز کارون گفت دیگه یعنی شاید تو نشون میدم ولی واقعا این مهمه و واقعا اذیت میکنه و واقعا آدم دوست داره که یه کوهیسیونسی با بقیه اطرافیانش داشته باشه چسبندگی اون ادهیسیوه هم نواختی؟ آره چیزی چیز داشتیم توی همگن همگونی شاید خوب آره دوست داری باید همزاد پنداری بکن یعنی میخواین که همتون توی رشته داشت. فکری باشین نسبت به حداقل یه موضوع مخصوصا اگه که دارید با همدیگه همکاری میکنید و اگر که حالا تو هم یه نفر ناراحت باشین واقعا آدم اذیت میشه یه yes, این حرف مردم چیه یعنی يعني... چه نوع حرفی میشه این حرف مردمی که ما داریم باش دیل میکنیم آیا مثلا فقط نقداس یا مثلا نصیحت کردن و نظر دادن و اینا میشه هم یه چون من... دیگه چون... یه جوری مثلا پیر پریشر هم میشه گفت دیگه چون نظر دادن رو من راحتم باش بدم مثلا از این گوش بگیرم از اون گوش در کنم نه ببین نظر نق... دادن و آره این حالا باز برمیگرده به ادبیاتی که فرد به کار میبره فرد از چه طریقی میخواد مفهومش رو از ذهن خودش به ذهن تو منتقل کنه اینجا حالا بیشتر منظور روی اون مواردیه که کار نقد میشه حالا تو خود خود کست ما هزار بار این اتفاق افتاده دیگه ما مثلا جمع میشیم راجبه یه موضوعی میخوایم نظر بدیم یه تصمیم قرار گرفته بشه نظرها مختلفه دیگه تو یه نظری رو میدی طرفت میخواد نظر تو رو شاید واقعا نقد کنه ولی تو اون رو شخصی برداشتش میکنی میخواید مثال مشخص سر بزنی؟ بزن مثلا چند بار شده ما میخواستیم راجع موضوع یه اپیزود صحبت کنیم ما موضوع رو مثلا هر کی یه موضوعی ممکنه مطرح کنه طرف مقابل شاید نتونه از مسیر درست مفهوم توی ذهنش رو به تو منتقل کنه که شاید این موضوع مناسب اون حالا برنامه نباشه ولی ما اون رو شخصی برداشتش میکنیم به این دلایل و این اتفاق برای همه میفته و این کاملا طبیعیه آره یه بخشی هم اینه که نظر بقیه برای ما مهمتر شده برای همین هر چیزی که اونا میگن دیگه نقد کار ما نیست شما به کارمون هم احتمالا اونقدری باور نداریم ام. تا یه حدی دیگه نقد شخصیت ماه و این بود آخری که میخوام بگم اینه که نه این بود آخر نیست بود یکی مونده با آخره صبر کنید این صبر <تصفح> آره، <تصفح> <تصفح> کنید از خونتون بیرون بیاید خب آره نمیدونم بود آخره رو کجا قایمش کردیم که کم رنگ تر نوشته شده من نشون آخرین آفر میدم اونو با این جایگزین کرد یه فعل کارون <تصفح> <فعل مستفاده> استفاده هر تو حرفاش من دفعه اول بود میشنیدم حیجان تهیج تهیج جالبه چون صدا سوال نشنیده بودم استفاده میشه تهیج ارگان های دولتی متشکر تفعیل خب بفرمین فعلا بفرم. باید. فعلا یه ظاهرا یه مفهومی هستش که سالهای سال فلاسفه سعی میکردن که به ما بفهمونن بعد اینو اخیرا یه روانشناسی ظاهرا از و شست هفتاد سال پیش تحقیق کرده و تونسته نشون بده که این حرف درسته و اون اینه که میگن میدییشنال تیوری میگه که وقایع بیرون اتفاقاتی که بیرون میفته به خودی خود در شما احساس ایجاد نمیکنه صرف اون اتفاق تفسیر شما از اون وقایعه که برای شما احساس ایجاد میکنه مورد آخر بود الان فهمیدم که چی نمیشه پس تمدنات اصلا به این یعنی چی؟ یعنی اینکه دقیقا همون موضوع حالا نقد کردن و اینا یکی شاید داره کار شما رو نقد میکنه واقعا کار رو داره نقد یه پروژه اصلا گروهیه پروژه باید خوب پیش بره هیچ شبت به شخص نداره کار شما رو داره نقد میکنه شما تو ذهنتون چه تفسیری دارید که نه این آدم مثلا ممکنه که قبلا شخص من رو نقد کرده باشه رابطه من ممکنه با این آدم خوب نباشه یا اصلا این آدم همیشه اینجوریه تفسیر میکنی و برداشت میکنی که اون آدم داره مثلا یه تلنگری به شخصیت شما میزنه <applause> خب. نمیدونم پشت چراغ قرمزی مثلا چراغ سر یا داری رانندگی میکنی یه ماشین مثلا خیلی شیک میاد از کنار تو رد میشه مثلا بعدم میپیچه دیگه تو تو اون لحظه تو ذهن داستان داستانمو داستانی که ایمان میگرد درست کرد که اصلا دیگه آدم پولدار مثلا فلانه این اصلا همشون همینن میدونی تو برا خودت یه داستانی درست کردی و تو اون لحظه خشبین شدی یا تو اون لحظه ممکنه ترسیده باشی میگی که این بعد پیچید ممکن بود من تصادف کنم پس اون تفسیره باعث شد که تو به ترسی نه خود اون اتفاق یا مثلا بگی عجب آدم مثلا نفهمی و اینا اصلا... به خند رد کنی و بری آره روی کرده تو تفسیر تو از شرایطی که توی شما احساس به وجود میاره نه خود اون شرایط حالا توی چیز میگن سابجکتیو ابجکتیو اون اتفاق اینه که یارو پیچی جلو تموم شد اینکه توی تو چه حسی رو به وجود میاره اون برداشت توه و حالا شما فرض کن که ذهنتون رو تعلیم دادی که منفی باف باشه پس از هر اتفاقی یه برداشت منفی میکنی دیگه اه. چون آموزش دیده که این کارو بکنه ولی این خیلی جالبه یعنی یه وقتایی حالا با آدما که صحبت میکنی ممکنه طرف بگه که نه اون اون کارو کرد من اینجوری شدم این حس به من دست داد در صورتی که اون آدم ممکنه کوچکترین مسئولیتی توی ایجاد این حس توی شما نداشته باشه شاید هم داشته باشه ولی یه وقتایی نداره اون حس به صورت آنی لحظه ای توی شما ایجاد میشه و خود شما هم مسئولش اونقدری نیستید قدری ناخداگاه شما اون حس رو به شما میده حالا اونجا ترسیدی اونجا حس اینو کردی که اون آدم مثلا پولدار عوضی این کارو کرده یا خندیدی بهش هر چیزی این تفسیر شماست این تو ذهن ما همش تو این اتفاقا میافته که سفید به بکن نه کلان این چند تا بودی بود که حالا به نظر من توی اون چیزایی که حالا گشتم توش مهم بود در ایجاد اون حس در ایجاد شخصی گرفتن در ایجاد اون در حالتی که شما همین چیز شخصی میگیرید به همون بر میخوره ام. یه چیزی هم حالا بگم خیلی وقت ما ممکنه حس بد پیدا کنیم قبلش گفتیم حس بد پیدا کردن طبیعیه خیلی وقت ما ممکنه اصلا احساس ناامنی این بودن یا کمبود بکنیم به نظر من این هم کاملا طبیعیه اصلا کی گفته که ما قراره تو همه چیز خوب باشیم و با اون کم بود حس کم داشتن اتفاقا من نظر شخصی من واجبه یعنی اگه ماها و سالهای زندگی ما بیاد و بره ما اون حس این بودن رو نداشته باشیم به نظر من ما تو محیط درستی نیستیم یعنی <applause> تو محیطی خودمون در واقع پر اطرافمون اشباه شده به آدمایی که مثلا ما توشون خوبیم هیچ وقت حس کمبود بود نمی کنی. این به بده تو باید توی جایی باشی که حس کنی بقیه از تو بهترن و بیشترن اگه نباشه غیر این باشه یعنی تا عمیقا توی کامفرت زونمون هستیم <applause> حالا اگه هدف رشد شخصی باشه از اون رشد دوریم اگه اون حس عدم امنیت رو نکنیم حس کم بوده رو نکنیم من تماخیش داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم چالب میگو میگو رفتش که توی رفت توی یه روم کلاب هاست بعد میگو یه سری آدم داشتن یه بحث منطقی میکردن و این بحث منطقی خیلی سطح بالا بود و خیلی هم خوب داشته پیش میرفته همه هم داشتن خوب صحبت میکردن و حالا ادله که می آوردن خیلی قابل قبول بوده این آدم داشت میگفت که من اونجا تست کردم هیچی نمیدونم حالا این آدم خودش آدم کمی نیست داره توی آمریکا مثلا پی اچ رو میگیره خب این به نظر من خوبه توی اون محیط قرار گرفتنه این خوبه که آقا بدونید خبری هم نیستش این باعث میشه که حالا خودت برات انگیزه ایجاد بشه که چی من اینجوریش نفهمیدم یعنی ای چی بفهم خبری نیست یعنی که خبری نیست یعنی هیچی نیستی شخص تو یعنی <تصف> 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 چیز هست که یاد بگیری یعنی از تو بهتر هست ببین اگه تو داره. تو همیشه توی ببنی. محیطی باشی که بهتر باشی از دور و خب دیگه جلو نمیری دیگه چون بهتری نره من میگم که این همیشه توی اون محیط ها بودن اشتباهه بحث چیزه دیگه قبلا هم صحبت کردیم این حالا توی من بگم اینا شما که با هم نگاه کن ا... اکسترموم خوبه. محلی و گلوبال دیدنه یعنی مثلا تو اگه فقط دور خودت رو ببینی تو تو اون دورووری هم حالا نقطه پیک باشی حتما یه ویوی بزرگتری هستش که تو توی اون ناچیزی آقا خوب آدم اینا هر کسی بدونه که ناچیزه یعنی اگه اون دیگه غروره و حالا اه اون فکر اشتباه سر بزنه که دیگه مثلا دیگه من تموم کردم همه چیزو بده این اتفاقی که حالا خطره. برای این م? میگم اون خطرناکه آره این اتفاقی برای دوست هفته از خیلی جالب و خیلی خوبه که این مثلا با اینکه به نظر من خیلی آدم تاپی هم هست باز یه جایی حس کردی که آقا تو این بود حالا مثلا حرف منطقی زدن و توی اون حالا بحثی که توی اون روم کلاب هاوس بوده شاید این حرف برای گفتن نداشته و این هیچ اشکالی هم ندارد گوش میده لذت میبره بعد یه در واقع حرفمو با یه تتاکی میخوام جمع کنم که یه فکر کنم آلمانی بود طرف از روی لحجه ای که صحبت می‌کرد آدم خیلی جالبی هم گوگلی آلمانی بود این حالا کارش یه چیز دیگه بود رفته بود داور شده بود خب داور فوتبال شده بود میگفت من رفتم داور شدم که یاد بگیرم چیزها رو شخصی نبینم چون تو داور کی میگه اونجا شروع میکنی شیر سماور و اینا از بالا داره میاد دیگه که همه به داور فوش میدن میگفت اون موقع اشتختش نشتیز ها آره آلمانی میگفتش که رفتم اونجا که یاد بگیرم موضوعات شخصی نیست خب یعنی اون لحظه که یارو داره به تو و تمام خانواده پشت میده آورده <applause> تو دایره خیلی. داره دونه دونه, دونه باشون <applause> اون لحظه اون ناراحتی که تیمش نبرده خب یه سکه ایو نشون میده مثل اون سکه که اول داور بالا پای میندازن میگه این قضیه یه شخصی گرفتن و برخوردن دو روی, دو روی یک سکن میگه روی اول اینه که اصلا موضوع شخصی نیست خب میگه it's <applause> not about me اصلا ربطی به من نداره اون مثلا میاد به داور فوش میده و اون تو برا اون تماشاگره که داوره که مهم نیست براش مهمه که تیمش داره میبازه خب چون تیمش داره میبازه ناراحته حالا یه چیز میاد به تو گیر میده این میگه اصلا شخصی نیست میگه اکثریت مواقع این موضوع شخصی تو ایران شخصی کاملا شخصی کار برای اینستاگرام تو ایران نشون در همه چی شخصی با اون کامنت که اسم زیر پستای همه رفت همه داورا تمام بازیکن های بازی و با اسم با رفته بودم پیدا کرده بودن کاربر اینستاگرامی قشنگ نشون که همه چی شخصیه بابا من یادم اومد استادیوم رفته هفته این بازی پرسپولیس بود بعد اون موقع فراد مجیدی توی تیم عربی بود که اومده بود ایران داشت از آره بعد این چهار نشون داده و اینا بعد دیگه براش شعر میخوندن که از اینجا تا دبی هفت و خلیج قشنگ شخصی شده بود مصر نمیشه آره اونایی که استادیوم رفتم اونجا ظاهر شخصی بود ولی خب بازم حالا اون آدمه که مهم نیست اون اون حرکت مثلا اون اون آزرده خاطر کرده که آقا چرا مثلا به تیم ما هفت تا خلیج چیز میکنه اینا فرهاد و فرزاد مجیدی هن. خیلی جالبی که آره بزرگم فرهاده آره ولی فرزاد بزرگتر میزنه تو عکس فرهادم گوگلی تره خیلی گوگلیتره اونجا فرزاد شد مونه تا آخره آره یادم نمیشه آره حالا <صح dagen> این میگه دور یه سکه است رو یه روشنه که آقا اصلا شخصی واقعیت هم همینه اکثر مواقع به نظر من اصلا شخصی نیست ما ما بیخودی به خودمون میگیریم حالا <مت> به هر دلیل یه حرفی مطرح میشه بعد میگه روی دوم دو اینه که شخصیه <تصح Integrator> این سری شخصیه و شما ناراحت شدی بهتون برخورده میگه این موقع شما اولا که باید همزاد پنداری داشته باشی با خودتون امپاتی داشته باشی خودتو بغل کنی که حالا ناراحت شدی بپذیری که ناراحت شدی بعد میگه دو کاری که میکنی بعد با طرف صحبت کنی بهش بگی که من از این حالا حرف یا هر چیزی که هست ناراحت شدم نکته جالبی که هست اینه که اگه شما از حرف یه نفر ناراحت میشید احتمالا اون آدم برای شما مهم بوده اه. خب مثلا رندوم تو خیابون رد میشه یکی به تو بگه مثلا تو گوگولی نیستی از اینجا تا دوبه. آره دو برای تو احتمالا خیلی مهم نیست اصلا یادت هم میره خب ولی ببرای... من نگاه کردم اوکی <applause> وقتی ناراحت میشی یعنی اون حرف اون آدمه برای تو مهمه یعنی اون آدمه برای تو مهمه پس دقیقا به همین دلیل تو میتونی بری با اون آدمه صحبت کنی و احتمالا برای اون آدمه مهمه که تو رو آزرده خاطر نکنه اگه براش مهم نیست که اصلا یعنی خانه از پایبس ویران است یه مثال بزنم بله اون روز بود که یارو با من دعوا شد تو خیابون اومدم تعریف کردم اون مثلا چقدر اصلا شیرین بود برای من اصلا یه لحظه هم بهش فکر نکردم چون یعنی در چون تصدیق آره حرف تو تصادفی تو خیابون برای تو احتمالا نبود. خیلی مهم نیست ولی آره آره گشته به یارو میاه و هنوز نگرانم ببینم اشتو خیابون بیافتم رو چهار دست و پا یارو از اون روزی که با گربه آمد شد اره بعد این آقا همین این حرفش نه آقا دوره یا شخصی نیست یا شخصیه اگه شخصی نیست که خب شخصی نیست تو سعی کنیم اینتنشن اون قصد اصلی طرفو بفهمیم که چرا اون کارو کرده مه. وقتی هم که شخصی اگه تو ناراحت شونی میتونی با طرف صحبت کنی واقعا هم اینجوری حل میشه اینجوری زندگی خوشحال هم بریم تو اینکه حالا سختش کنیم بریم تو انضباط آخرشم جالب تموم می‌کنه این اولش گفتش که اصلا به خاطر پول نرفته داور شده میخواد مثلا هکرش خوب بمونه و اینا دوره همیه میگه هر مسابقه به ما 20 یورو میدن بعد آخر صحبتش خیلی قشنگ مصور میکنه میگن میخواید یه چیزی خوب جا بیفته مصورش کنید تصویری قشنگ نشون بده <تصفیق> این 20 یورو یه رو در میاره میگه کی 20 یورو میخواد من بهش بدم من مثلا دستش رو میارم بعد این 20 یورو رو مچاله میکنه میگه حالا کی میخواد یه ذره کمتر میشه و میذاره تو دهنش بعد دیگه از دهن در میاره میندازه لگدش میکنه میگه حالا کی میخواد یه نفر فقط دستش میاره بالا میده بهش میگه بعد چی میخوای دیگه مثلا اینجوری گفت حالا 20 یورو دیگه گفتش که ممکن تو زندگی شما آدما مچالتون کنن آب در روتون بندازن از روتون رد شن ولی در انتها شما ارزشتون حفظ میشه اگه ارزش داشته باشه البته بابا رو بده برم برگر خیلی قشنگ چیز کرد شما یعنی اگه ما باور داشته باشیم به خودمون و کاری که انجام میدیم اون اعتماد به نفس تا یه حد قابل قبول باشه ممکنه یه جایی هم خم بشیم حالا اذیت بشیم آزرده بشیم ولی در نهایت ارزش شما همون میمونه دیگه این اینا همه رو گفتی که الان میخواید دیس کنی همه ما رو که آره به فت... این شخص نبوده <تصفح> آره <تصفح> چرا دیس کنم نه گفتم میگه الان فقط مقدمه پیش. چی, دی مقدم مقدم دی که... چی دی که ما رو شروع کنی با ما اسپیکینگ اف کلاب هاوس چی میگفتی تو ایران فیلتر شد چه <تصفح> 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 آلی شد سر سراس فیلتر سراسری یا نه مثل اینکه چند تا از جسته گریخته آره این من برام دیبر... عجیب بود انقدر طول کشید فیلتر شدنش بابا دیگه رجل سیاسی من بودم توش دیگه چیکار کنم البته توییتر هم هست رجل سیاسی قشنگ بود رجول <تص> 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 همین رجل سیاسی من یه دونه روم رفتم اون علی اکبر ای توش داشت صحبت میکرد ها بابا اینا رو ما رو اینوایت کن یه پینگ کنید ما رو پینگ پینگ ندارم میجی پینگ نداری نمیگیری نه کانتکت ها ایمپورت نکردم پینگ ندارم من رو ایمپورت نکردم فرند های چیزی تو میمیدی فرند خود که آه ایمیل هم نزدم فالو اینگا تو آقا اون پینگ اگه با اون عطه بالای من اصلا نمیتونم چون من ویریفای نکردم ایمیل حالا خیلی ما نه آخه نمیدونم چه جوری مگه پاک نمی‌کنه بعد دو هفته اگر که این کارو نکنی نه, نه من وریفای نکردم هنوز هست نکردم بوده, دلخواست بوده که وریفای نکردی نا خیلی ناامنه تو داردی الان همه چی برده ولی دیگه چون برده خوده. بلنگو بازترین اپلیکیشنی که ممکنه وجود داشته باشه است آره یکی هم, هم کامنت داده بود روی تلگرام رو قسمت کامنت تلگرام خود کس. گفته بود که اشاره کرده به مسئله امنیتی کلاب هاوس و اینا ایش سفته انتقاد کرد الان چیز الان تلگرام اومده همونو گذاشته دیگه اگه بخوایم میتونیم تو خیلی هم باحاله ما انجام تلگرام بهش بزنیم آره ما انجام آه. دادیم یه میتینگ یه حالا روم بود هرچی که اسمش رو تلگرام خیلی هم باحال بود کاری فرهنگی او جوابی که می‌خواد این سه اسمان آره دقیقاً <تصفح> <تصفح> چرا ما رو دعوت نکردی؟ از خیلی نیمه شب بود افتید به کم کار داشت ولی این قسمت کامنت کانالمون هم باحالا جیدن فرض اضافه میاد کامنت و اینا زیاد میاد به نسبت ما راضی اول کار خوبه خب آره خب اینتراکت هم میشه اونجا انجام میشه دیگه بین شنونده ها نکته ای من دوست داشتم حرفای کارون یادت هم یاد. بگم یاد. اگه اتسه. یاد رفته مورد نبوده بگو جالب بگو در مورد این تک تد تاک ها بود من بعضی موقع ها میبینم مثلا اینی که میگه این حرکت رو زده طرف با بیسیوروی اینا رو مینویسن نه یعنی مثلا بعضیاش خیلی به بداهه نیست نه میدونم فعل نه, نه, نه مثلا خب الان تف کنم اون <تصف> شخص خودش هم میزن یه گروهی اونو مینویسن براش بعضیاش خیلی خوبه این تد بود این TEDx نه خود طرف می آها آه، رو خودش می گفت... میگفتن که نه ولی باد کار میکنن روی چیزه روی استوری تِلینگ یکی بود اینجا یه تد اکس رفته بود باهاش صحبت می‌کردم میگفتش که باد کار میکنه آره جوری که تو ولی خیلی خوب. داشتم شرنده یعنی آره. خوب نیستم من آره میگم شرند را. زیاد دیدم برای این حالا جالب بود این کارش بریم یه کمی جالب اینا خب قبلش یه کمی کامنت بخونم از یوتیوب کسرا گفته که سلام. زیر اپیزود 274 که ایمان رفت گفته این سه اپیزود اخیر واقعا عالی بود چیزی بود که واقعا بهش نیاز داشتم دستتون در نکنه بچه مرسی تو کامنت های چیزی که زیاد میبینم اینه که بچه که کنکور دارن دوباره آه. رسیدیم به فصل کنکور باز آمد 8 و 9 و تیر 67 روز دیگه بعد جالب من با دختر خالم صحبت میکردم اصلا این فکر نمیکردم که سنش به سن کنکور رسیده و همیشه تو ذهنت اینه که آقا می... دختر بچه این قضیه دیگه ولی یهو گفت من دارم درس میخورم برای کنکور گفتم تو <تص> کی بزرگ شدی خیلی چیز بود واقعا نمیدونم کنکور چرا ما رو میبینن نبینید خیلی گفته بودن یه سری گفته بودن که دیگه پادکست بوستیم یه نفر گفته بود خیلی هم گفته بودند تو فضا فضاهای مختلف یه نفر گفته بود تو اول رو یوتیوب هست بعدم حالا از سپیده آره. که یک کنکوری هست یه کامنت بخونم زیر همون اپیزود ایمان گفته خب اول از همه مرسی ازتون بابت این سه, سه, اپیزود بسیار بسیار مفید و کاربردی ایول و اینکه من به عنوان یک کنکوری همیشه بالای 5 6 ساعت از از روز گوشی دستم بود و علکی میچرخیدم و واقعا حالم بد بود از این کار اما از وقتی که کارون تو اپیزود گفت گفتی یهو یه کم, گفت کم, یه کم, کم کم کنید یه کم کنید استفاده رو و خودم کم کردم و ایمانم اینجا گفت کمتر سراغش میره واقعا انگیزه شد برام و من از اپیزود کارون چندین روز در حد یک ساعت <تصف> او او جدی بد نوشته سفید سفید کردن. این همه گفتم مرسی سپیده جان ان که موفق باشید ای کاش که من آخرش هم و بدونین چقدر خوب بودین برای من ما خوندیم ولی نبینید دیگه ما لطفا چرا؟ سه ماه حالا آره در طول روز چهار ساعت نشینن با برن خانواده دوستا رو ببینن آره تایم چیز زمانی نیست ما نبودیم نب... نمیدونیم <تصفح> با... نمیخواستم <تصفح> میخواستم اینطوری نمیدونم ولی 24 ساعت خب اصلا 24 ساعت از 8 ساعتشو میخوابی 16 ساعت بیداری خب حالا ممکنه سر کلاس و اینا بری یه 8 ساعت سر کلاسی یه 8 ساعت میمونه خب از 16 ساعت یه 3 4 ساعت هم در رفت اومدی حالا 3 ساعت غذا بخوری فلان میمونه چقدر 5 ساعت 5 ساعت تو بخونی دیگه وقتی نداری با گوشی کار کنی آدم تو پنج ساعت میتونی یه جا بشینی با یه جان خب اون چند 50 دقیقه میخونی 10 دقیقه استراحت میکنی بعد یه 10 دقیقه 10 دقیقه گوش بدی نه ندید یه کامنت هم ارفان کامنت انتقاد ساجستشن وارد به من نه ارفان خالی گفته که سلام سلام. لطفا موقعی که از یه سری اپیزود های برنامه خودتون صحبت میکنید لینک اون اپیزود ها رو اون بالا سمت راست یا در قسمت توضیحات ویدیو بذارید چون اکثر اوقات موضوع اون اپیزود هم جذابه و ما میخوایم اون رو گوش کنیم اما پیدا کردنش بین این همه قسمت سخته <م> دقیقا مشکلش همینه آره. که <تصفح> بود خودمون بودیم این, بلن... این, کار رو به نظرم باید بهتر انجام بدیم من و این و این این از این, از این به بعد انجام میدم قراره بکنم ولی راست برای خودمون هم سر از پرسیدم چجوریه و اینا بیست دلار گفتی کارد بمیاد خدا خب بعد دو هفته انجام نمیده حالا این, این اخلاق رو نداشته باشین دیگه قسمت رو لینک کردن شاید پیدا کردن اون اپیزود سخته آره نه پیدا کردن سخته ما تو لینک ب... از ایمان ورسیدی چه لینک کرد نه نه یاد گرفتی که چجوری لینک رو بذاره ولی لینک هنوز نیست خودش <laughs> 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 نه من میدونم اپیزود, پیده اپیزود پیده کدومه کردنش از سیزن اول از, از, از اولین سیزن هاست م. چی بود اصلا هر چی بود خواب تو رو اپیزودی که در اهمیت خواب رفتی سیزن اول بود آها اصلا چیزش خودت تو برای من فرستادی تا که طرف رو سمان گفتی به دنیا آمدن با انگلیسی دیگه یا دودیا واتساپ من سمانه گفته سمان که همه اپیزود یه طرف تیشرت خوشگل ایمان یه طرف برو برم این قسمت هم ببین, ببین سمانه یاد بگیرید از ایمان دیگه ما خوشگل تر از این نمیشه من که اصولا جران. دیره میپوشدم و میارم برات آره تیشرت تو خیلی کامنت گرفت خدا رو شکر رنگ شادا ها فوتبال شروع شد زود باشه فوتبال یا خود کرد کدوم مانتر جالبیه سری بگم حالا به فوتبالم هم برسیم بگو. چند شب پیش رفتیم از یه رستوران هندی که خیلی وقت بود زیر نظرش داشتیم خیلی... اون آلو که پایین چیز باز شده نه. نه اونو ولی فکر کنم رفتم خب تو برادوی اونو رفتم پار سال آره آره خب. نه این تو همین نورت فانکوبره و خیلی رو گوگل ریویوش خیلی بالاه تعداد ریویوهی که هست و 4.8 اینا سه در ما رفتیم غذا رو گرفتیم پایین خیابون لانزدل کسایی که حالا ونکوور آشنان یه جایی درست که هم لانزدل کی پشت اون رستورانی که میریم میتونی بشینی نمیدونم از این باربیکیو نه باربیکیو نیست حالت آتیش های منقل. منقل. مجلسی منقل های گازی هست و اینا ما یه دونه از این منقل رو پیدا کردیم که درش بشینیم اون برای کار کردن نیست برای گرمایش آره مرسی لوکسو. بعد من یه صندلی یه کافی شاپ همون اون کنار بود که خب بسته بود اون ساعتی. آره. آره اون ساعتی که ما رفتیم بسته بود اگه یاد بشه یه شات اسپرسو اونجا زدیم قبل باره دو باره. چیزم. یا من که زدم شما زدی بچه‌ها دستشویی آره, دست آره. خب بعد <applause> 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 آقا من رفتم یکی از این صندلی هایی که من اون کافی بودم بغل بردارم بشینیم کنار آتیشه صندلی هم جالب بود که اصلا قفلینا نداشت فکر میکنم به خاطر اینکه اونجا سکیوریتی داشت من صندلی رو که برداشتم آژیر این رستوران به صدا دارم صندلی بیرون آژیر چه جوری من همینطوری بعد همونو گذاشتم سر اومدیم وایس دادیم اینطوری دیدیم <تصحنت> دور میزد و فلان و اینا ما کلیپو با... با... بازی کردیم که ما نبودیم بعد این بنده خدا خیلی داره تو رو نگاه میکنه فکر میکنه اون توی دوزی رفته اینا گفتم آقا من بودم این کارو کردم و فکر نمیکردم که نخواست <تصحنت> <تصحنت> قبلش هم خیلی داشتم تحسین میکردم این سکیوریتی رو چون کارش جوریه که اه... بعد دو, چرخه... دو یه دو چرخه دستش هی بعد با دو چرخه بره برم. باعدم... تو... تو بارون زیاد سلوبان. آره ولی حالا اون ورش به این فکر بودم که خب این کارش باعث میشه که اکتیوم باشه و اینا بعد این بنده خدا همینطور باید پا میزد دوباره دور این رستوران و صندلی ها رو تکون ندید یه ارزش بیچاره آره من فکر کردم پلیس هم بیاد ولی نه خب بعد چی شد بعد گفت اوکی گفت همینطور میزد نه مثلا ما یارو پشماش نریخ که به خاطر تکون دادنه آره من حس میکنم از این دوزگیرهای موشن دیتکتور بوده و مثلا سایه من افتاده تو مغازن چه میدونم زیاد جالب نبود جالبه خیلی جالبه شخصی کردم من فکر کردم سندلی یا چیز داشته سنسور داشته منم هم بیشتر منطقیه گرم آقا به سندلی که به سنسور خیلی ارزونه موشنگ موشنگ اینا چیزای خوشنگی یه دستگاه میشه ولی یه خبر خوندم تو آمریکا الان بازار سیاه زدن در برای کارت هایی که موقعی که واکسن میزنی اسم تو مینویسن نمیدونم وکس میکنی شماره اون در واقع واکسن رو به خاطر اینکه صحبتش هست که واسه سفرهای هوایی این کارت به عنوان پاسپورت دیگه میترسیم جلو کارو نه ما درست درست استفایی داریم به حرف این گوش نده و الان بازارسی ها پیدا شده که مثلا اینا رو بخری فیکش رو بخری اسم توش باشه واکسن رو کرنه میزن؟ کرنه میزن درست شو آره بعد مجبورا اینا بخرن که باش مسافرت برن کاش یه واکسن بزنیم خدا وکیل صد میدم اسم میدم آره ولی تاریخ نمیده دیگه می مینویسی ایمیل ماشی. میاد شما که زدین که به هر حال شما مرفعین بیدرد که این مشکل نه یه دونه ا... چیز اپلیکیشن مال گورنمنت که بعد بری اسم اسم فامیل و پرسونال هلت کر بره تو بدی و همین بعد بهت میگن که بهت میگیم هر موقع وقتش رسید خبر بعد ام... بیماری ریلیتد در مورد دوتا مادر ایرلندیه اینا آمدن چیکار کردن از ایرلند پرواز گرفتن رفتن دوبی هفته خلیج دوبی رفتن واقع. دوبی واقعا رفتن دوبی برای <تصفح> <شیره>؟ عمل سینه سینه خب بعد چرا سینه؟ بزرگ کنی کوچیک حالا <تصفح> بزرگ <تصفح> <تصفح> خب چرا اومد تو اخبار آقای همسایه کرونا گرفتن <تصفيق> <تصفيق> نه اینا که برگشتن چهار در... اونجا قانون 14 روز هست مثلا اینکه قرنطینه نه برگشتن ایرلند قرنطینه نکردن و رفتن و اینا و کارشون به دادگاه کشیده بعد قاضی گفته که آخه این سفری هم که رفتن سفر ضروری نبوده دوست سینه یعنی رفت بعد تو جوف جریمش کردن و بخندید دیگه واقعا گفتن که بعد بمونید تو هتل تا فکر گفتن رول بک کنید بعد یه کاری به اون نشد برگردید حالت قبل ما دوست نداریم دست را دو سینهشو میزنم لیترلی خلاصه اگه فکر میکردید برای این داستان سفر میتونید برید و ضروریه نیست شاید سوال جوابه بپرسن ازتون و داستان بشه حیف شما این سفر بود کرده بود من نمیدونستم برای من دیگه برای یه سری سایز من فکر میکردم فیت نمی فکر نمیکردم دبی مثلا جایی باشه که میرن برای این عملا فکر کردم کره و اینا خیلی کره لس آنجلس پرن استار از آمریکا اومد ایران برای همین عملا کی پرن استار ایران <تصفح> آره یه فیلم گرفته ای تو تو تاکسی آه. من اونو دیدم آه خیلی آه معروف, معروف. آه عزیزم <laughs> بطنم پاره مرسی که تا اینجا با ما بودید ما توی تمام فضای مجازی اسمو اون توی تلگرام، تویتر، فیسبوک و اینستاگرام اگرم که میخواین با ما رو مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برای ما خودکست تاکس یا میتونید اونجا برای ما بایم های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و پنجشنبه با یه موضوع دیگه برمیگردیم خدافظ 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 خدافظ